بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه شامگاهی اخبار میپردازیم به برنامه اختصاصی تفسیر خبر که میکوشد با تجزیه و تحلیل زوایای گوناگون برخی از مهمترین رویدادهای روز که در طی 24 ساعت گذشته مورد توجه اکثر رسانه‌های معتبر جهان قرار داشته، تصویر کاملتری از وقایع روز را در اختیار بینندگان تلویزیون تن قرار دهد. اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می کنم که می پردازد به بررسی مقاله‌ای از دانیل ال بایمن از پژوهشگران ارشد در مرکز مطالعات خاورمیانه تحت عنوان اوباما باید از معترضان ایرانی فعالانه تر حمایت کند. دانیل ال بایمن از پژوهشگران ارشد در مرکز مطالعات خاورمیانه سابان در مطلبی که در وبسایت مؤسسه بروکینگز منتشر شده است، مقایسه تحلیلی دارد از تشابهات و تفاوت‌های شرایط ایران با کشورهای عربی از جمله تونس و مصر که جنبش‌های اعتراضی اخیر حکومت‌های آنها را سرنگون کرده است. این نویسنده در مقدمه مطلب خود اشاره می کند که پس از موفقیت جنبش‌های اعتراضی در تونس و مصر، اکنون بسیاری از تحلیلگران آمریکایی به ایران چشم دوخته و این کشور وقوع یکی از تحولات سیاسی آینده می دانند. این تحلیلگران با استناد به اعتراضات گسترده در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران معتقدند که این نارضایتی گسترده رو به رشد خواهد بود. دانیل بایمن در ادامه استدلال می‌کند که از قضا قدرت نیروهای طرفدار دموکراسی در ایران که به جنبش سبز معروف شده و موفقیت آنها در بسیج بخش وسیع از مردم عادی کشور ممکن است به نقطه ضعف و عامل زوال این جنبش بدل شود. وی می‌افزاید حکومت اسلامی ایران برخلاف دولت‌های عربی از سرازیر شدن مردم کشور به خیابان‌ها متعجب نشد، همانطور که سرکوب تظاهرات، کشتن معترضان و بازداشت گسترده نشان داد جمهوری اسلامی برای باقی ماندن در قدرت از هر نیرو و وسیله‌ای استفاده می‌کند. بایمن در ادامه می نویسد درست است که همین نکته در مورد بن علی در تونس یا حسنی مبارک در مصر هم گفته می شد، ولی واقعیت این است که در مورد ایران نیروهای مسلح بیش از کشورهای دیگر به بافت نظام حکومتی وابسته و در آن تنیده‌اند. و حقیقت این است که بخش مهم نیروهای مسلح ایران یعنی سپاه پاسداران تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است و وظیفه اصلی آن مبارزه با مخالفان و خطرهایی است که حکومت را تهدید می کند و این شامل تهدیدهای داخلی نیز می شود. همچنین بسیاری از کسانی که اکنون در مشاغل کلیدی در هدایت امور ایران را بر عهده دارند از فرماندهان سابق سپاه بوده و یا هستند. دانیل بایمن می افزاید در این میان حکومت اسلامی از تجارب قبلی خود در رویارویی و سرکوب اعتراضات مردم دریافته است که سربازان ارتش قادر به شلیک به سوی مردم نیست و حتی برخی از نیروهای وظیفه در واحدهای سپاه پاسداران نیز چنین کاری نخواهند کرد. به همین خاطر از اواخر سالهای دهه 1990 حکومت جمهوری اسلامی در حال آموزش و سازماندهی واحدهای ویژه‌ای برای سرکوب ناآرامی‌های مردمی بوده است، حالان که رهبرانی مثل بن علی و مبارک بسیار دیر به ضرورت چنین چیزی پی بردند. تحلیلگر مرکز مطالعات خاورمیانه در ادامه مطلب خود می نویسد حکومت‌های مثل بن علی و مبارک عده معدودی نور چشمی و اطرافیان وفادار داشتند که در مواقع بحرانی می توانستند با آنها کمک کنند، ولی سیستم سیاسی جمهوری اسلامی به نوعی است که طیف بسیار گسترده نهادهای متعدد و افراد پرشماری را شامل می شود. در این میان ممکن است برخی از نهادهای جناح‌های حکومتی در برابر یکدیگر بایستند یا به عنوان نمونه از جمهور انتقاد کنند، ولی در برابر وقوع اعتراضات همه اینها با یکدیگر متحد خواهند شد، چرا که از نگاه آنها هر گونه اعتراض در ایران به وضع موجود نامشروع برخلاف مصالح حکومت و دین و توطئه غرب تلقی می شود. اما با وجود این آنها سعی خواهند کرد از وقوع شرایطی که به کشتار گسترده مردم منجر شود پرهیز کنند
ولی در حراس از شکست و مجازات توسط مردم، آنها با وجود هر اختلافی که در درون داشته باشند با هم متحد خواهند ماند. به نوشته این تحلیلگر، تفاوت دیگر شرایط ایران با کشورهای عربی که به نوع خود تناقض دیگری است، نقشی خواهد بود که آمریکا در واکنش به تحولات در ایران میتواند ایفا کند، و این در حالی است که در مورد ایران با توجه به روابط تیره دو دولت و با توجه به اینکه دولت و آمریکا در ایران نفوذ چندانی ندارد، دولت باراک اوباما میتواند با صراحت و شجاعتی از معترضان حمایت کند. دانیل بایمن می‌افزاید، همچنین عدم موفقیت آمریکا و غرب در متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قاعدتاً موجب خواهد شد که آمریکا به سمت اعمال فشار بیشتری به ایران تمایل پیدا کند. بنابراین با توجه به اینکه تلاش‌های دو سال اخیر برای مذاکره با ایران دستاورد چندانی نداشته، آمریکا با شدت عمل در برخورد با ایران چیزی را از دست نمی‌دهد. در نتیجه باراک اوباما با حمایت فعالتر از معترضان در ایران میتواند به نفع موقعیت خود بهره برداری کرده و انتقادهای موجود در خصوص کندی و انفعال در حمایت از معترضان مصر را خنسا کند. دانیل بایمن در پایان می نویسد، البته در عمل حمایت آمریکا از دموکراسی در ایران می تواند نتایج گوناگونی داشته باشد. ابتدا آنکه با تمرکز تبلیغاتی در سطح جهان، معترضان ایرانی عملا هزینه سرکوب آنها را برای رژیم جمهوری اسلامی سنگین تر خواهد کرد. ولی از سوی دیگر، حمایت آمریکا حتی اگر در حد معنوی و تبلیغاتی باقی بماند، نیروهای تندرو در حکومت ایران را مطمئن خواهد ساخت که آمریکا پشت این ناآرامی هاست و بنابراین آنها راحت تر به سوی مردم دست به اسلحه خواهند. بینندگان عزیز، با اعلام پایان مشروع اخبار و تفسیر خبر و ضمن خداحافظی و با آرزوی بهترین ها برای یکایک شما عزیزان، از طرف خودم و همکارانم در واحد خبر از شما تشکر میکنیم که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید. شاد باشید. شب خوش. تفسیر خبر شامگاهی تلویزیون جهانی تن با شهرام شهرامیان.